السلام عليكم دكتور، بسم الله الرحمن الرحيم. امروز روی قواعد تلفظ کلمات فرانسوی تمرکز میکنیم و انشاءالله که کار میکنیم رویش. و قبلا هم شما به تلفظ حروف الفابت فرانسوی آشنایی داریم که ما اینجا حروف های کلان برای شما نوشتیم، میخوایم تلفظ بکنیم. ا ب س د ا ا ف ژ ه ی J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. حالا میخوایم که بعضی از حروف هست که ترکیب میشه و از خود صدای خاصی داره. مثلا نمونه CH صدای چی میده؟ صدای ش میده در فرانسوی. یا S سه اش هم چی رو میده؟ صدای شین میده. مثلا میتونیم بگویم که کلمه شمه یا شومیز در یک قسمت صدای شین میده، در یک قسمت هم چی رو میده؟ صدای شین میده. یا مثلا کلمه ت ای او ان صدای سیون میده. یا مثلا دوزیس ای او ان همچنان صدای سیون میده. اگر یگس باشه ای او ان صدای زیون میده. مثلا پ ا پ اش صدای چی میده؟ صدای ف فر میده. و امثال از این شما در آینده با این کلمات بر میخوریم و ان شاء الله که تلفظ بکنیم. ما میخوایم که در تلفظ بعضی از حروف کار بکنیم. در اینجا چگونه تلفظ بکنیم؟ مثلا از جمله حرف س را میگیریم. حرف س، هرگاه بعد از حرف س ما که حرف ای او گریک بیا، یعنی سه دانه حروف، همیشه سه صدای خود میدید، یعنی ما بعد منظور به دست راست است. مثلا میتونیم بگویم که سانتر، در یک قسمت سه صدای خود داده. و مثلا میتونیم سیته، سه صدای چرا داده؟ صدای خود داده. یا مثلا میتونیم که سیکل، در یک قسمت هم سه صدای خود داره. به دلیل ازی که ما بعد از این حروف هم سه دانه حروف را نام بردم، هم باست یک غیک است، ایسته و اوسته. اگر میبینیم که سه ما دارای اکسان سیدی میباشه، اکسان سیدی نمیره میگن، یا به اصطلاح عامه بگم پندک داشته باشه، در این صورت هم سه صدای خود میده همیشه. اگر وقتی که اکسان سیدی میداشته باشه، که وقتی اکسان سیدی میداشته باشه از این سه دانه حروف میتونه داشته باشه که حرف او، ا مثلا فرساد ازو یا او باشه. مثلا میتونیم ما شما یک مثال بتونم سه در اینجا کلمه به معنی چه تلفظ شد؟ سه تلفظ شد. به دلیل ازی سه تلفظ شد که سه ما دارای چی بود؟ اکسان سیدی بود یا پندک به اصطلاح بود داشت. اگر میبینیم این دو صورت نباشه، در صورت عدمی دو موضوع با سه صدای کاف که میده. مثلا در اینجا اگر ببینیم، اگر ما برای شما بگیریم که کل، یک قسمت سه صدای چی داده؟ صدای کر داده. به دلیل ازی که ما بعد حرف سه ما حرف کوسته، یعنی از او حروف نیسته و سی چی نمیداشت؟ سیدی نمیداشته باشه، اکسان سیدی نداره، به او خاطر صدای کاف میده. غیر این صورت هر جا که میبینیم ما سیره همیشه کاف تلفظ میکنیم. بعدا میمالی سری حرف چی کار میکنیم؟ ژ. در حرف ژ هم همین قاعده است. مثلا اگر هرگاه بعد از حرف ژ ما حرف ای بیه، او بیه و ایگریک بیا، ژ صدای خود میدید. مثلا چه رقم؟ در این قسمت اگر ما مثال بیتیم برای شما خوب ترشت فامیده شود، ژیت لانه خرگوش، در این قسمت ژ داده، به خاطر چی که معبالی حرف ژ ما حرف ای آمده. البته که معبالی حرف ژ حرف ای بیا با ژ صدای خود میده. مثلا با کلمه خوردن ما شما آشنا داریم، مان ژ، در این قسمت هم صدای ژ را داده، به خاطر که معبالی حرف ژ ما حرف اوسته. آلی مثلا اگر دیگه مثال برای شما بیدیم، در این قسمت جیپس، جیپس بعد از حرف جی ما حرف یک غیق آمده، بینان صدای چی میده؟ صدای جی میده. و این حرف جی بود، هر جا که همین قانون بود، این قسم یک چیزی بروف بود، ما شما اون قسم تلفظ میکنیم. آلی میم که روی حرفی بعضی حروف ترکیبی دیگه کار میکنیم. من این قسمت رو پاک میکنم. مثلا
اگر ما قبل ام و ان که حروفی چی بیا ما قبل منظور ما چی هست؟ دسچپ هست حروفی او و ا بیا همیشه صدای چی میده؟ همیشه صدای آ را میده. مثلا یک مثال برای شما بیده مثل ام پیشه ممانیت کردن در این قسمت قبل از حرف ام ما حرف چی آمده؟ حرف او آمده. بینان صدای این قسمت صدای چی شود؟ آ شود. آم پیشه ام پیشه نمیشه آم پیشه میشه. یا مثلا نسال بیتیم آم پوته در این قسمت ببینیم که امی ا صدای چی را داده؟ صدای آ را داده. صدای آ را به خاطر که موقع یک چیز مهم است که اگر حرف ام باشه در ابتدای کلمه باشه، یعنی ام ای کلمه در وسط جمله کلمه یا در آخر کلمه صدق نمی کنه به حرف ام، به حرف ان می کنه. اگر به حرف ان باشه مثلا انفان در هر قسمتی از کلمه که موجود باشه آ تلفظ میشه، مثل اینجا آ تلفظ میشه پیش از ان آمده، این قسمت هم پیش از ان آمده آ تلفظ میشه انفان. در قسمت دیدیم که کلمه او پیش از چی آمده؟ ان آمده، بنابراین آ تلفظ میشه. ا پیش از چی آمده؟ ان آمده، آ تلفظ میشه. و این از کلمات چی هست؟ اگر میبینید مثلا کلمه چی آمده؟ پیش از همین ان یا مثلا ام که حرف چی بیا؟ حرف ای بیا او صدای ا میده، مثل که ا چی قسم تلفظ بکنم همین حرف الیف ا بی سیر تلفظ میکنه ا تلفظ میشه. مثال که بیتیم برای شما خودتر شاد فهمیده شده. مثلا میگیریم این قسمت امپوسیبل، میبینید این قسمت صدای ا را داده. چرا صدای ا را داده؟ به خاطر که ای پیش از چی آمده؟ ای ما پیش از حرف ام آمده. و یک چیز متوجه باشیم که ما بعد حرف ام حرف بی صدا باشه، یعنی حرف بی صدا باشه پی از جمله چی هست؟ پی از جمله حرف بی صدا است. اگر ای حرف بی صدا دار باشه وقت ای صدای خود را میده. این را بعدا تشریح میکنم. مثلا در قسمت کلمه ای میتونیم بگم که انتردیر، در این قسمت ببینیم که پیش از ان حرف ای آمده صدای ار داره، یعنی ا لفظ چی میشه؟ ا میشه. و ت هم از جمله چی هست؟ حرف بی صدا است، کنسون است، به این دلیل ان تلفظ شده. انتردیر نمیتونیم انتردیر بگیم به این صورت. و ای که پیش از او واقع شده. و همچنان اگر پیش از این حرف ام و ان ما حرف او بیه همه میتونه قاعده داره. حرف او بیه مثلا اینجا داریم تلفظ ان، اگر پیش از ان ما حرف او بیه در این قسمت باز صدای چی میده؟ یو صدای او صدای ار میده. مثلا چی؟ ان به معنی یک داره ان. اگر ما بعد حرف ان حرف اول باشه باز وقت او صدای خود میده، مثلا اون. در این قسمت چی میشه؟ صدای امی او صدای خود میده او میشه. در این قسمت چی میشه؟ او. مثلا در یک قسمت شما فهم بدین. و همچنان در قسمتی که اینجا گفتم اگر مثلا کلمه بعد از حرف ان ما حرفی چی باشه؟ حرفی صدادار باشه. مثلا چی میگن؟ اونوتیل بیفایده. میبین در یک قسمت صدای ای را داده. به دلیل چی صدای ای را داده؟ که ما بعد حرف ان ما چی شده؟ حرفی صدادار آمده، ویل آمده صدادار. که حرف چی آمده؟ صدادار آمده. اگر در صورتی که به این شکل میبینین همیشه ای تلفظ میشه. چرا که ای تلفظ میشه؟ اینجا ا تلفظ به خاطری که ما بعد حرف ان خود در بی صدا داشتیم، در اینجا ما بعد حرف ان خود حرفی صدا دار داریم، بنان ای صدای خود میکشه به او دلیل. و حروف های ویل گفتیم حروف های ویل 6 تا هستند. یکی حروف ایسته، حروف اوسته و حروف او، حروف ایگرک، حروف او و حروف اه. کی ای چرا حرف وول می نامیم؟ به خاطر از اینکه بدون از یاد کلمه معنا ارائه نمی کنه. یعنی اگر ما پای هم حروف های بی صدا را قرار بدیم مثل پ بانیم، اش بانیم، ان بانیم هیچ کنه معنایی را ارائه نمی کنه. بنابراین به می دلیل این را به نام حروف وویل یا صدادار می خوانیم. حروف وویل یا صدادار. این قسمت را پاک می کنم. در بعضی کلمات دیگری داریم مثلا چه رقم دوستو؟ میبینیم اگر بعد از کلمه او حرف ای میه همیشه در فرانسوی و خونده میشه.
اگر بعد از کلمه او ای میره همیشه وی خوانده میشه. مثلا مثال میتونم برتون لا نوه به معنی چهارمغز. این قسمتش وه تلفظ میشه به دلیل چی؟ به خاطر که بعد از او ای آمده. هر وقت که می حروف مرکب میبینیم وه تلفظ میشه. مثلا این قسمت نوی میگم لا نوی. نوی چرا میگه شب؟ پس این قسمت چی میشه؟ وی نوی. مثلا ویت هر جایی که میبینیم یعنی قانون کار میکنه. و در فرانسوی اکثر اوقات میگم 100% نیست، اکثر اوقات آخری کلمه حرف کلمه تلفظ نمیشه. خصوصا اگر حرف زد بیا یا مثلا اکس بیا یا اس بیا این حروف در آخری کلمه تلفظ نمیشه. مثلا ما میتونیم بگیم که چی کلمه مثلا وو در قسمت اس تلفظ نمیشه کلمه وو. و اگر میبینیم در فرانسوی در آخری کلمه مثلا او یک داریم او زید داریم یا مثلا این کلماتی که حساب بیاد آخری چی تلفظ میشه؟ ای تلفظ میشه. مثلا چی میتیم؟ لو نه بینی این قسمت ای تلفظ میشه، زید تلفظ نمیشه. همیشه هر جایی که میبینیم مثلا منجه اون مثال میتونم برتون که آسانتر است منجه این قسمت ای تلفظ میشه به خاطر که او ای آخری کلمه واقع شده. به این ترتیب هر جایی که ما شما میبینیم این حروف ترکیبی او زید یا او ای همیشه صدای چی رو میده؟ صدای ای رو میده. امیدوار هستم که تا این قسمت فهمیده باشیم. آری کلمه مثلا اگر میبینیم که در قسمت او یک جایی میه او درست تلفظ میشه همیشه او. مثلا نمی کلمه را چی قسمت تلفظ بکنیم؟ وو. این قسمت درست تلفظ میشه وو. اگر وو بگم دیگه معنا داره. این قسمت متوجه بشتر و اگر کلمه او او رو میبینیم اینطور امثالی است وو تلفظ میشه وو او. مثلا این قسمت هم چی بگویم تلفظ بکنم؟ ایبو ایبو نه ایبو. این قسمت ایبو تلفظ میشه در قسمت تلفظی از این حرفی که شما گفتم. امیدوار هستم تا این درس فهمیده باشین. انشاءالله قواعد بعدی را در درس دومی شروع میکنیم.